آقا صمد، زحمت بکش برو دم دفتر من، یه محضر هست. بله. میری طبقه اول پیش آقای مرادپور، میگه آشناهای منه. آقای مرادپور یه وقت بگیری که بیاد خونه. بعد میرین طبقه دوم، اونجا که یه دفتر خونه دیگه است، برادر همین آقای مرادپوره، یکی از آشناهای منه. یه وقت بگیر با هم بریم محضر، قال قزر بکنم. عمو جان ببخشید، میخوایی خیلی محکم کاری کنی ها که تو دو تا محضر میخوایی سند بذاری. بینی عمو جان چقدر کارش. نه دیگه، اول سند شما رو با میمنت مبارک میزنیم، بعد میرم کارخونه رو میزنم با نام روحانگیز. چایی بفرمایید. الانم طوری نیستش که سر و تش نصف بعد از ظهره. میریم پایین عقد میکنیم، میریم بالا سند میزنیم، دوباره میایم پایین طلاق میگیریم. فقط تردد راپلاس دیگه، اونم ماشین خورد نیم وگرنه یه تاکسی میگرفتم دیگه. خانم مگه شناسنامه شوهر من دفتر یاد داشت که هی بریم پایین بنویسیم بالا بریم خط بزنیم، پایین بریم بنویسیم بالا بریم. ای بابا تا همین جوش اومدیم اشتباه کردیم. ببین جای بی خود لباتو قنچه نکن، ای پول پول کن. ما اگه حرف پول زدیم میخواستیم کار شما رو راه بندازیم. آشم یه 40 میلیون ناقابل یه ناصر قرار بود به ما بده که دبه کرد دیگه. آشم این مالو تاریخی بود که هنوز عقد عروسی مشخص نشده بود. الان که تاریخ عقد عروسی مشخص شده قضیه فرق میکنه. میدونی چرا؟ چون دلبستگی، وابستگی، همبستگی، پیوستگی اینا همه تولید علاقه میکنه. وقتی چی کردن این نوابد این مقدار انرژی میبره. برو پایین. ولی من جای شما بودم این 100 میلیون رو میدادم، چند میلیارد کارخونه رو پیش خودم نگه میداشتم. 100 میلیون سردید نکنه یه وقت. ما حاضرم اون کارخونه رو عدس بدم، ولی یک ریال به تو باج ندم. این عقد به هیچ عنوان نباید به هم بخوره، باید بعد گذاشت. ببین از خونه خانم دلشاد من همینطور دارم با خودم فکر میکنم. تمام این قضایی رو تو مغزم حلاجی کردم. به این نتیجه رسیدم که این بهترین راه. فهمیدی؟ ای بلا گرفته، من فهمیدم تو کلت چی میگذره. من ولی بابا میدونم راضی بهشون نیست. اون با من به موقعش راضی بشه. قرض از مزاحمت، من اینو میخواستم بپرسم، شما که یه خانم محترم پولدار آبرودار هستین، شما با این صمد چه رابطه ای دارین؟ رابطه؟ کدوم رابطه؟ کجای عمو؟ این موبایلت خودشو کشته، بیا جواب بده. از بس که موبایلت زنگ میخوره، پری برده، پسر شادومات، یه جواب بده. گندمک هیچ میفهمی چی داری میگی؟ تو با فریبون چه تصمیمی میگرفتی؟ ببین آقا جون، ما مزرو مادر اینه که میگه که این همه شما الان سختی کشیدین، این تحمل کردین، این مرحله آخرش هم تحمل کنی، همه چی به خوبی خوشی تموم شه، ما هم بریم سر خونه زندگی ما هم دیگه. من اگه تحتوی نزیه رو در نیارم سیروس نیستم آقا صمد. به 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 به، یه چای دستدار دوره هم بزنیم ببینیم دنیا دست کی. بفرمایید بفرمایید. دست شما درد نکنه. گندم خانم شما برانشین از برادرتون که دیل بکنم، برانشین برین این ور بشینین، بذارین عروس داماد پل هم بشینن. روحانگیز جان شما برانشین برین پیش آقا صمد بشینین. عمو جان اجازه بدین اذیتش نکنی، هر جا دوست دارم بشینن، حالا وقت زیاده. بله بله وقت بسیاره عمو جان. نه خیر، وقتش همین الانه. گندم خانم شما برانشه از برادرت خداحافظه کن، برانشه برادرت از دل بکن، برین اینجا اونور بشینین، بذارین عروس داماد پله هم بشینه. بفرمایید برانشه برانشه. بله برانشه. روحانگیز جان. جانم. دخترم جان. شما برانشو برو پیش آقا صمد بشه. من؟ بفرمید برانشه. چشم. رو دروازه ندارم بشه. چشم ببخشید. بفرمید. چشم نشستم همونجا. ببخشید چشم. به به چقدر با هم میان، در افتخارشون دست بزنید. دست. به به خیلی خوب. اجازه بدین ساکت باشین لطفا. حالا که همه چی جفت و جور شده تلفن بزنم فردا آقل بیاد مراسم بتونم انجام بگیریم. چطوره؟ من موافقم عمو جان. دایی جان شما چطور موافقین؟ بزرگتر از تو نیست تو اینجا هم اظهار نظر کنه؟ دست شما در نکنه. مامان شما چطور؟ شما موافقین مامان؟ نه مادر جان این فر مادر این وره، عینک هم که داره که جهت و اشتباه میگیری. چی بگم من؟ هل دستی گرخناکیه.
خیلی خوب دیگه، با اجازه عمو جان. بله دیگه، موافقم دیگه. خب پس بزنیم به افتخارشون. خواهش میکنم. دخترم خوش های دست دست خوشی چیلی رو بچر خوب برای بزرگی جان، یه دقیقه بیا اینجا من کارت دارم. ببخش، یه لحظه با اجازهتون الان من میام خدمت. بازو بسطه امر خیلی ها. یه دقیقه طول نمیکشه، پاشو بیا کارت دارم. خوشمزه است، بخور. نمیخوایی شما بخوری؟ باشو دیگه. تازه است ها. گندمی. ایناش خیلی خوشمزه است، اینو بخور. اما اونجا شما نمیخوای؟ یه دقیقه بیا اینجا. دایی دست کتری نگرفتی ها، دست آدمیزاد کنده میشه. مگه بلنگو بود دادی؟ اه، هزار دفعه گفتم من از دایی گفتن تو بدم میاد، میفهمی؟ خب خودت اصرار داری دایی من باشی، اگر نه یه راهی داشتی که من که راهشو بهت گفتم. خیلی خوب، چهل تا میدم، خوبه؟ ببین، خودت اصرار رو این داری که دایی من باشی، دست آنم کاری بر نمی، چهل تا همش؟ عجب آدمی هستی، 50 تا خوبه؟ نه عزیزم، 50 تا واسه فردا چک میدی، 70 تا واسه بعد از اینکه کارم تموم شد، چطوره؟ اه؟ اینجای من چیزی نوشته؟ نه، میخوام بنویسم واسه؟ لازم نکرده، خطت خراب میشه. تو صبح خودت گفتی 100 تا. صبح؟ الان دبه داری میکنی. الان نگاه کن خورشید تنه، الان شبه با اون رو تو برم. همه چی داره همینجوری میکشه بالا. پس فردا بیا، یعنی فردا بیا قبل از عقل یهو دیدی بالاترم کشید. نه 200، نه 250، نه 300. داری دبه میکنی ها. ببین داری دبه میکنی. دبه چی میکنم از من؟ نرخ همینجوریه دیگه، تو خودت نمیخوای کار دا بیفته. خیلی خوب، همون 100 تایی که خودت گفتی بارکرد. ولی یه شرط دارم. ببین یه چک بهت میدم برای پس فردا، اگه فردا تونستی این مراسمو به هم بزنی که خوب طبیعی چکت پاس میشه، اما اگه نتونی مراسمو به هم بزنی اعلام سرقت میکنم، دودمان تو به باد میدم. نه بابا، فکر کنم دست کورا طرفی. دو تا چک میدی، یه 50 تا واسه فردا میدی، 50 تا واسه بعد اینکه من کارمو انجام دادم. یه اونم کارمو انجام دادی، شما دبه کردی. فکر کنم ما پاپه ما پیم نمیتونیم نمال پولمونو بگیریم؟ قبوله؟ خاک بر سر من، خاک بر سر من که به آدمی مثل تو باید باج بدم. اینیم دیگه دایی مرد شورتو رو کنم جیلی از رب آدم قلطا بیفتم. فقط دایی تو فکر شامورتی بازی و دودوزه بازی نباش که من آدم میشستم واسه 100 تومن دست و پا میندازن. حرف مفت نزن. این که واسه فردا. خوب گوشاتو باز کن، اگه کلکی تو کار باشه با من دودمان تو. بچه پرون، من با تو شوخی دارم. گفتم فضا دوست چه خواهنا 100 تومن پول دادی، گفتم ناراحتی. میخوام 70 سالیسی ها فضا عوض نشه. بچه پرون دستم ها جو کن. آخ دیدن داره قیافت فرده بعد از عهد. کیه؟ کجا میرفتی؟ سینه تویی؟ بابا چه خبره داشتی زیرم میکردی؟ خوبی؟ اینجا چی کار میکنی؟ سینا بد جوری کلافه شدم، نمیدونم اصلا نمیدونم دورو برم چی داره میگذره، اصلا اعصابم ریخته به هم. هی راه میرم با خودم فکر میکنم از این ور به اون ور، از هر مسیری هم میام دم خونه آقا صمد در میام. تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، من اومدم تکلیفم مشخص کنم دیگه. من امروز 3 بار اومدم اینجا. 3 بار اومد. 4 بار. 4 بار اومدی اینجا؟ خب خجالت نکش بگو 5 بار، 6 بار. اصلا همون 3 بار، مگه 3 بار کمه مرد حسابی؟ من جرئت نکردم تکلیفم مشخص کنم. تازه فریبرز میگفت اوضاع خیلی خرابه. بیا بشین تو ماشین. بین خودمون باشو. امروز دلم گرفته بود یواشکی از خونه زدم بیرون. دلغوازی در نیاری ها. من اصلا سینو میام اینجا احساس آرامش میکنم. منم هم همینطور. من اصلا کلن آرامش وجودمو میگیره. من رفتم خونه، هر چی به بابام اصرار کردم که امشب یا خونه آقا صمد، قبول نکرد که نکرد. این بابای تو گن زده به زندگی ما. سینو اوزام بد جوری ریخته به هم. میگم بیاد بشی تو باشی. باشی بشی. کیوان پایی که به فریبرز زنگی بزنیم صداش کنیم بشینیم با هم دیگه تکلیف اون مشخص کنیم.
آره آره فکر خوبی ها. بذار الان بهش زنگ میزنم. بزن. چرا به فکر خودم نرسید؟ یه دقیقه صبر کن. ازدواج خیلی خوبه. این یه چیزی که وظیفه همه هست که باید ازدواج کنن. خب. اون تا قبل از ازدواج باید یکم معاشرت آدم داشته باشه. همدیگه رو خوب بشناسن. بله. الو فریبرز سلام. یه دقیقه میتونی بیای پایین کارت دارم؟ اینجا اومدی چیکار کردی؟ ببین فریبرز من و سینا دم دریم. یه دقیقه بیا باهات حرف بزنیم. بسو چه اینجا چی میگی؟ بابا فریبرز بابا خب به ما بگو تو اون خونه چه خبره؟ خب اگه مشکلی هست شاید ما بتونیم حلش کنیم. بیا با هم حرف بزنیم فریبرز. ببین فعلا اینجا مهمونیه من نمیتونم بیام. برو بعدم میام باهات صحبت میکنم. مهمونیه؟ فریبرز میگم نکنه خواستگاری ماستگاری چیزیه. حالا برفرضم باشه به تو چه ربطی داره ها؟ تو رو سلام. فریبرز جون هر کی دوست داره این کارو با من نکن بابا. من به فرشته خانم علاقه دارم فریبرز. بابا جون کیوان نذار این وصلت سر بگیره. اولا که این ماجرا هیچ ربطی به فرشته نداره. دوم که بهت گفتم به فرشته فرشته نکن. صد بار گفتم من رو خواهرام حساسم. میفهمی یا نمیفهمی؟ باشه باشه چشم نمیگم ولی خیالم راحت باشه فریبرز. این قضیه که به چیز ربطی نداره. چیز چیه؟ خانم اسم داره فرشته. فریبرز جون خودت گفتی نگم. باشه چشم. ببین راتو میکشی میری بعدش هم تو کاری که به شما ربطی نداره دخالت نمیکنی. فهمیدی؟ از همون راهی که اومدیم برمیگردیم میری. خدافظ. زن شوهر نباید با هم دیگه دروغ بگی. باز خیلی همینطور رو راس باشه. هر چی که هستی. ببینید. قضیه خواستگاری چیه؟ خیالم راحت شد. من فکر کردم واسه فرشته خانم خواستگار اومده که فریبرز گفت اصلا ربطی نداره به فرشته خانم. پس به کی ربط داره؟ وای چی شو؟ نکنه چی؟ کیوان فریبا خانم که جواب تلفن رو نمیده. خب آقا صمد هم که گفت بابات 100 سال سیاش بخوام اونجا پیداش نشه. خب الان هم اون بالا یه مهمونایی هستن که اصلا به فرشته خانم ربطی نداره. ببین خاک تو سر من شد. میدونی چیه؟ چیه؟ حتما واسه فریبا خانم خواستگار اومده دیگه. نه شک نکن. وایسا بابا کجا داری میری؟ کن بابا عزیز من یه دقیقه وایسا بذار من صحبت کنم. داری زود قسم بذار من تکلیفو مشخص کنم. بس سینا وایسا شما دخالت نکن باشن ها. من اجازه نمیدم بعد اون همه بازی که سر ما آوردن فریبا خانم رو بدم به یکی دیگه. من مجلسشون رو با اجازت خراب میکنم. بابا سینا فایسته خوب قضیه از اینه که از خرابترش نکن دیگه. بدتر از این. ببین فقط یادت باشه هر اتفاقی سر عروسی من میفته بابای تو مقصره. بابا فایسته به خبره اینجا ابو سم فایسته بابا کیوانه اینم سیناه. سینا باید من قضا برات آوردم. الو گشت نیست؟ شام خورده یا نخورم با عجلت کجا میخوای بری؟ بیشی ما میخواستیم بریم خونه آقا صمد. باشی کاری جزئی داشتیم. آقا نیستن تشریف ببریم بیرون. اما اون شک چرا دروغ میگی؟ ما با هم شام خوردیم. بابا من همین الان به فریبرز زنگ زدم که حتی مهمونم داریم. آقا سر کارت گذاشته اونا هم امروز اینجا رفتن. رفتن؟ رفتن؟ بله اسباب اساسیشون چیدن توی یه اتاقی خودشون هم اینجا رفتن. فردا بنایی داریم. آقا مجبور قراره چند تا کارگر بیاره واحد تکمیل کنیم بدیم تحویلشون داره پیکاره. بفرما بیرون. ببینم پس فریبرز به تو چی میگفت؟ اما شای مطمئنی شما؟ بله اگه مطمئن نیستم خودت میتونی تشویباری ببینی. آخه اما شای من همین الان چراغشون رو دیدم روشن بود. من خودم چراغ روشون گذاشتم ببینم فوزول کیه. دارم مساله میبرم بالا. گچ خاک ماسه. بفهم و برو بیرون. ببینی چیه؟ اینجوری نمیشه. من باید بفهمم قضیه چیه؟ آقا بفرما برو بیرون. اما ولی مشغول زومبه یا این قضا مزا نخورده باشی به من نگی. آقا مشغول زومبه یعنی چی خوردن نخوردن؟ برو گم شو. باشه چشم بچه بادو فریبا جان. جان سالات که بلدی درست کنیم. بله یه چاقو با هم میدیخوام درشم. بیا سویشی ها دستم بر نداشتی. تو هنگی سوار من کاری نداری؟ از اول من دارم خودم در جان های ذر با همون جان با من کاری نداری. همون جان من دارم میرم. قربانه قربانه مواظب خودت باش. خدمت خانواده هم سلام برسون و مواظب خودت باش. چشم میده هم یادت نره. میبر خیال زاهر شد رو چشم باش میکنم. قربانه چشمت میبرم. نگر جان یه دقیقه بیا. بله خوبه بستو جمع کن. بدون با چی طرفی
وقتی یه وقت حواس پیچوندن به سرت نزنه با من طرف بابا گفتم برو دارم ات دیگه خب به حواس تو جمع اونا از شما یاد میگیرن هرو میکنن چیزی دیگه الو آقا قبول نکرد من هر چی گفتم زیر بار نره گفتم آدم خوبیه خانواده داره با شخصیته پاشو کرده تو یک کب میگه الا للا سمن فردام که قرار عاقد بیاد عقدشون کنه دیگه چیکار کنم نگران نباش به من میگم فری حالا بعدم بهت زنگ میزنم باشه گرم آقا سیروس دمت گرم بابا درست کوبیدی تو هدف خوشم میاد الانه که دیگه باید معلوم بشه کی در شأن کی نیست امضا صمت داره ته میخوام ها صمت تو مطمئنی همینجا؟ نه ولی اون دفعه من اینجا بودم اه بابای من اینجا چی کار میکنه؟ دست تو رو بوخ بردار دست تو رو بوخ بردار بابا سیروسه اه بابا اینجا چی کار میکنه؟ رفت بابا خونه خانم دلشاد چی کار میکرد؟ خب مگه نگفتی که فریبرز گفته مهمونیه خب آقا سیروس تو دعوته دیگه آقا صمد به بابای من ما خب بابای من رو دعوت کنه نمیشه وای مغزم دارم قاطی میکنم دارم میتیم بابا یه زنگ بزن به فریبرز ببینیم اینجا چه خبره راست میگه بزنیم بهش بزنم الو فریبرز سلام فریبرز ما جلو در خونه ایم نه اول اومدیم جلو در خونه خودتون الان جلو در خونه خانم دل شدیم همینجا این دیگه نه بابا فضولی چیه آقا سینا باید یه کار مهم داشت گفتیم که بیایم یه دقیقه با صحبت کنیم یه تو کفا میایید جلو در دست در نکنم خداحافظ مرد حسابی چرا بهش بگیم من کار واجب باش دارم خب مگه نداری کار واجب داری دیگه چرا دارم اصلا من باید امشب تکلیف خودم رو روشن کنم داری میاد آره بعد جوری هم شاکی بود جدی آره میگم بهتره که بعد تو نیامده بریم نه بابا مگه نمیخوای تکلیفتو روشن کنی؟ ای چرا فرصت زیاده؟ بریم یه وقت دیگه. نه دیگه الان بیا نه اومدش بکنی. ای بابا بیا اومد دیگه. سلام فریبرز. سلام. ببینم قیروازی این آقا به شما سرایت کرد. چرا؟ چرا و درد؟ ما نخواهم شما رو ببینیم ما چیکار کنیم تو سرما و گرما مثل رادار دنبال مایی نه ما نگرانت شدیم گفتیم بیایم یه سری بهت بزنیم مهمونیه؟ نه خیلی پارتیه ببین این سیریش بازی ها رو در میاردنی از چشم خانواده ما میافتینا ما نخواهم یک شما رو ببینیم ما چیکار شد ما یک کار خصوصی داشته باشیم آخه خصوصی که الان بابای من اینجا بود همین الان دیدیمش ببین اصلا توهم به خودت راه نده چون ما مجامع عمومی هم بابای تو راه نمیدیم چه برسه خصوصی نه بابا میگم که ولی آقا سیروس اینجا بودا الان با ماشین خودش گازش گرفت و رفت ببینم شما دیدین از تو خود خونه اومد بیرون نه ولی خب حتما دیگه از تو خونه اومده دیگه میگم اگه ناراحتیم و مزاحمتیم بریم آه. این گیر داده بود هی میگه بریم با فریبرز صحبت کنم نکن گفتم فریبرز ناراحت میشه بریم با اجازه بیا بریم ببخشید آیش ببینم جونم فردا کجایی و هر چی شما بگین هر جا شما بگین بشین تو ماشین کارتون دارم بفرمایید بابا فقط سالاد خوشمزه است شما بخورید
دست پختی دارم من عمو جان. قربونش برم. درد برد نکنه. فکر کنم بسته دیگه، شبم هست سنگین نشه. شاید ما رو تره پاشو میکنه تو. آم میکنم. بفرمی دستتون درد نکنه. شکم به تو. راستی فریبرز من کو؟ تلفونش زنگ زد رفت بیرون یه دقیقه صحبت کنه. بخورید بخورید. گنده خانم، انشالله که دختر خانمات که فرستاده خونه بعد دیگه تنها نمون، بیا پیش آقا صمد روهنگی زندگی کن. بعد روهنگیز هم اگه بچه دار شده این بچه‌های خودو تربیتش کن. انشالله انشالله انشالله. چشم. بخور دیگه گندمی جون، تو انز ارزنم نخور دیگه، بخور. خوردم، بعد خوردم. بابا روشه جان، نخور، نخور، بس. بفرمید خواهش میکنم، بفرمید. رو دروازه نکنم، بابا خونه خودتونه. آخه نمیشه که گرسنه بری کنار. جون صمد یه ذره بخور، بیا. آقا صمد یه مرد خوب با زنش و با خواهرش فرق نمیذاره، بره روهنگیزم بکش. چشم بکش بکش. بسه دیگه، نکش نکش. عمه با شما کار دارن. عمه گندم با من کار داری؟ بابا من یه مقدار از شما بازم عمه دارم، یه لحظه بیا کارت دارم. ببخشید. خواهش میکنم بفرمایید. تو که پا بیا کارت دارم. بخورید بخورید، به دست بخت عمه مامانیتون نمیخوره، بخورید. نه خوشمزه است. بابا طوری شده؟ من نه چیزی نیست. قربونه دارم، میدونم موقعیت خیلی بدیه. نه نه من یه ذره فقط دلم گرفته، یه خورده دلم گرفته، چیزی دیگه نیست. خیلی راحت بشه دلم گرفته. مامان من قربونه دارم، میخوام برم تو همه چی کنسل کنم. بابا گوره پدر همین مال و منال و کمک و احتیاج و هر چی که هست، همه اینا هیچ کدوم ارزشی قطعه اشکی شما رو نداره. تو رو خدا گره نکنی مامان. دختر میدونی من تا حالا نمیدونستم که صمد رو انقدر دوست دارم. میدونی فریبرز هیچ وقت تو زندگیم برام قد الان آقا صمد مهم نبوده. بعدش هم من تازه الان معنی حسادت رو فهمیدم. الهی من قربونه و حسادتت برم ماما، تو رو خدا گریه نکن. آخه تو که میدونی تو نور چشم مایی، من فریبرز فرشته بابا اینا همه فیلمه. بابا ما اومدیم الان خودت میدونی و یکی دیگه کمک کنیم، یکی دیگه بگن اگه میدونی دو روز دیگه اینا همه خاطره میشه، میشیم دور کرسی دوباره میگیم میخندیم. اما تو رو خدا گریه نکن، قربونت برم. راست میگی. تو چی میخواستی بگی؟ ببین کیوان و یارو سینا دوباره بلند شده بودن، اومده بودن دم در. اینجا؟ مگه فهمیدن ما اینجاییم؟ بابا من نمیدونی سینا غیره دیگه، میچسبه به یه جای بومی که شهر جستی ما میایم. حالا اونش مهم نیست. اومده بودن اینجا، کیوان میگفت باباشو دیده که از در اینجا اومده بیرون، رفته سوار ماشینش شده. سیروس؟ آره یعنی فهم کنه اینجا. عجب بابا. پس این آقا سیروس نمیخواد بازی رو تموم کنه نه؟ خیلی خوب باشه اب نداره، ما خودمون بازی رو تموم میکنیم. اون من میگم یه موقع بومو نبرده باشه بره همه چی و پتر رو رو آب بریزه اون وقت بیا درستش کنه. تو که چیزی به کسی نگفتی؟ این از اون حرفا بوده. من خودم نقشه رو چینم برم بهش بگم. راست بگم. حالا ببریم پس رو بخورم. مشکتو پرویز علیکم. میخوامه من نتیجه رو نمیدونم. دای چند چنده؟ نفهمیدم تو لالمونی میگیری جواب ما رو بدی. صفر صفر.
گلزن رو میبینیم. بابا نشستی داری برق نصرف میکنیم، بازی که فرت فرتوش گل نباشه به درد نمیخوره. باشه آقای عجوزایی، بسیار موفقی. سلام خانم، خانم بو غذات هفت محل پیچیده. چه معلومه کجایی تو؟ بفرم کیوان کجاست؟ کیوان رفته بیرون، اصلا به من نگفته کجا میره. از بعد لیلی به لالای این بچه میذاری سر خود شده. آقا سیروس، تا وقتی با این بچه لج میکنی همین آش و همین کاسه است. بابا تو قرار شد بری با این بچه صحبت کنی، رامش کنی، مرد حسابی میری بهش عکس نشون میدی. عکس بهش نشون دادم که بدون با چه قالت آقای طرف چشماشو باز کنه با کله نیفته تو چا. بابا بد کردم. کاش اون زمان یکی پیدا میشد عکس تو رو بابا نشون میداد، چشمامون باز میشد، تا این خواهر دستگلمون رو نمیدادیم به تو اینقدر بدبخت بیچاره بشه. دو کلمه از زبون مادر عروس بشنوی. من مادر عروسم؟ نه خیر، خود عروسی. آقا گرفتار میشدی من دست. آقا سیروس، اون موبایل بده من یه دقیقه. که چه؟ بده من کار دارم. که چه آخه؟ مگه تو شک داری به خودت؟ نه. خب بده دیگه موبایلو. بفرمایید. میام چیکار میخوای بکنی؟ هیچی، میخوام این عکس مزخرف از اینجا پاک کنم. تا تو نتونی به مردم تهمت بزنی آبروشونو ببری. ببینم تو آقای ملکی رو یواشکی برمیداری میبری تو کوچه، بعد این عکسو واسش بلوتوث میکنی، فکر میکنی به گوش من نمیرسه. بفرما پاک کردم برات، رفت به کارش. فرشتم تو فکر میکنی با پاک کردن این گند سمت پاک میشاره؟ خیلی خوب راه بیفت تو شهر، هر چی موبایل جمع کن همه رو پاک کن بره. آقا سیروس، اگر سمت گند زده خودش میدونه با خدای خودش. بابا تو چه کاری؟ آخه سر پیازی، تای پیازی. خوشتیپ، من حافظ منافع خانواده‌ام هستم. من میخوام به شما ثابت کنم بدونین این آدم چه قلطاقی. الانشم بنده تا آبرو صمد و اون پسر عقب افتاده که دماش رافت و داره فرد و فرد عکس ما میگیره تو دست این و اون بده نبرم، من ولکنه این معامله نیستم و سلام. سلام سلام. یه چی میدم؟ ساعت چنده؟ چنده؟ شستم رو بنده. من تو این پرسه میگم ساعت چنده؟ هرچی شما بگین. چی کار داری بابا؟ چه سیروس؟ دایی جان ایراد نداره، به هر پدرم هر سوالی بخواد میتونه بپرسه. ببین بچه با این سن و سال این قدش میدونه من خیر و صلاحش میخوام. اون وقت تو با این قد کشیدت سری رو تنی اسیر کردی رفته. ببخشید اگه اجازه بدی من برم بخوام، خستم. شب بخیر. کیوان دایی شام خوردی؟ اشتها ندارم دایی. کیوان فردا جایی نمیری، گوش به زنگ باش، به مجردی که با تماس گرفتم جلدی خودتو میرسونی کار مهمی باد داره. کار؟ چی کار؟ نپرس، بگو چشم، برو بخواب. چشم. دایی یه دقیقه بیا، یه کار مهم دارم باد. فقط آقا جون ما داریم میدیم یه موقع عمو شک نکنه به ما. آه؟ میگم شک نکنه ما داریم. نه بابا چه شکی، بهش گفتم خونه بنایی داریم، وسایل اونم بیرونه، باید برگردیم خونه. بیا بریم. آقا جون میدونی چیه واقعیتش؟ اینه که من انقدر دلم میخواست اینجا یه دوش آب گرم بگیرم، الان چند وقت تو خونه دارم با تشت و کتری و آخ که الان میرفتم تو دوش اینا آب گرمو باز میکردم، این آب جوشش میریخت رو زمین، بخارش بلند میشد نفسم. معذرت میخوام آقا جون، ببخشید. یا چیز شد؟ برحال چرا تو باید درک کرد دیگه، میدونم. بچه جون نگران نباش، دو سه روز دیگه خونه درست میشه، برو نیم ساعت زیر دوش وایسه، انقدر به خودت آب بزن که سبز شی. عذرخواهی که کردم، فقط الان میگم اونجا الان بخوام بریم بخوابیم جا نیست، لای اون وسایل و اینا فکرش اینا کردین جانم جا هست. بچه جون فکر کن خدمت سربازی، حالا یه شبو سخت بگذرون بدون خشم شب. توجه می نویای بریم؟ هشت شد. ای داد بیداد. بابا بقیه چیزهایی ندیده؟
آفتاب از کدوم ور در اومده که صبح به این زودی سرخیز شدی برای ما؟ دیگه این قرار اداری دارم، باید به موقع برسم. راست میگه، چه عجب سرخیز شدی؟ دست به یکی کردیدم، کار اداری دارم عزیزم، باید زود برم. دنبال چی میگردی؟ این شماره ملکی رو کجا نوشتی ما خانم؟ شماره ملکی رو میخوای چیکار کنی؟ میخوام قاب کنم بزنم سر در مغازه. خب باش کار دارم دیگه. نمیدم بهت، باز میخوای یه شهر تازه بپا کنی سیروس. شهر کدومه؟ بابا میخوام بهش زنگ بزنم بگم اون بلوتوزی که برات فرستادم فتوشاپ، پاکش کن، بد میکنم. یا سرت به جایی خورده یا خواب نما شدی، کدومشو نمیدونم. دایی جون به جون خودم نه، به جون تو که میخوام دنیا نباشه. دیشب با خودم خلوت کرده بودم، گفتم سیروس، گفتم بله، گفتم چرا داری با یه دونه عکس در مورد صمد بیچاره قضاوت میکنی؟ بابا صمد نفسته، صمد پاره ای تنته که چه؟ جون هما جدی میگی سیروس؟ به جون تو من شده تا حالا جون تو قسم دروغ بخورم؟ جون خودت، من که میدونم تا یه بلبایی دیگه بپا نکنی ول کنی. بده من بابا، من با ملکی کار دارم. بابا این آدم بشو نیست. فریبرد چی شد بابا؟ بابا اینجا شطور با بارش گم میشه آقا جون، باشه در وسط پیدا میکنه. ولش کن بابا، اصلا کت نمیپوشن. کت نمیپوشی؟ مگه میشه داماد باید کت تنش باشه؟ اصلا کت باید در داماد. صدا تو بیار پایین بابا، حالا همه فکر میکنن واقعیه. واقعیه دیگه، غیر واقعیه آقا جون. باشه در وسط پیدا میکنه. آقا جون مامان گفت همون پشمی قهوه‌ایه، ولی نه کنی نگه دنه گاف کشن اینجور خون دلشد، اینا فامیلاشون زشت نیست. نمیخواد بابا جان، من همون کتیه که خانم دلشاد خرید میپوشه. خب اونو مامان ترش میکنه و زرداب مردا بالا میاره آقا جون. خب خوبی آقا جون، بریم الان مامان اینا میخوام دلشد های زنگ میزنه کلافه همون میکنم. بودو دیر شده، بودو دیگه. خیلی دلم شور میزنه فریبرز. بابا شور چیو میزنه آقا جون؟ همه چی پیش رفته، تمام میشه، من خیالم راحت میشه دیگه. بیا میدونی چیه، انقدر دلم میخواد تو آرامش و سکوت این خونه بخوابم فریبرز، و وقتی چشامو وا میکنم ببینم همه چی تموم شده. ان شاء الله که توجه داری. با داری لور رنگ بازی میکنی مرد حسابی؟ چه طرز کار کردنه؟ ببخشید واسه من، معذرت میخوام، از دستم در رفت. های ببخشید، بی تربیت. بریم آقا جون. با آقا صمد. بابا ستاره اسرائیلی کجایی بابا؟ چنگیز جان کجا با عجله؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ خوبی؟ دیشب اومدم یه سری به تو بزنم، این هموشنگ گفت خونه رو تحویل مجنون دادیم برای تو تکمیل کنه. آره. رفتم قضیه رو به خانومم گفتم، خیلی ناراحت شد. خب پس چرا وریشون نداشتی بیاری خونه؟ نه دست شما خانم درد نکنه، ما به اندازه کافی دیگه شرمنده شما هستیم چنگیز جان. بگید بابا جون سمجون تارو مارو بذار کنار، من امرو مأموریت دارم شما و خانواده رو کتبسه بردارم ببرم خونه. خودت خوب میدونی من اگه شما رو نبرم این دختره پوست کله من میشه. دست شما در کار. سلام برسونی، مرسی دعوت ما روز عروسی دعوتی. بابا مبارک باشه عروسی. حالا کی هست در؟ از اینکه آشنای خیلی نزدیک بود. راستی از آجان چه خبر چنگی جان؟ صبح با بچه‌های آژانس صحبت کردم، گفتم بابا عقلتون کجا رفته؟ آقا صمد اهل این حرفا نیست، این سیروسه که با صمد مشکل داره، پس اینجوری دق و دلیشو خالی کنه. اونا هم به اشتباهی خودشون پی بردن، گفتم برو آقا صمد رو کتبسه ورده بیا اینجا تا ازش عذرخواهی کنی. حالا باشه واسه یه وقت دیگه، من امروز گرفتارم باید برم. دست درد نکنه. کجا بری صمد جون؟ تو که کینه ای نبودی، اونا که فهمیدن اشتباه کردن. تو لااقل کوتا بیا، الانم شب عید، زنگخور آژانس زیاده، حیف نباشی. من هستم ولی امروز نیستم چنگی جان. آره بابا این حرفا گوه را بیا بریم دیگه. آقا چنگی کجا میبری بابا؟ شما که از تو جس یعنی ما را از زندگی بندازی و کار ببرم. اینو منتظرم. بگو آقا جان یه نوکپا میریم شیرینی میگیریم میریم با آقا صمد آژانس، با بچه ها آشتی میکنه، بعد هر کجا خواستیم برین دیگه. شما چرا اینقدر مشکوک میزنید؟ ما کجا مشکوک؟ چی میگی تو بابا؟ ما میگیم اجازه بده بریم، ما قول میدیم دست زن بچه‌مو میگیرم بیام خونتون. اصلا اول میام آژانس بعد میام خونه شما. خوبه؟ با اجازه. قول دادی؟ قول دادی. مطمئن باش. آره آره، قطعی نیست. خداحافظ. خداحافظ.
به به چه سفره قشنگیه. واقعا تحت درد نکنه گندم خانم. کاری نکردم. من نمیدونم گندم خانم این دختره چشه. هر چقدر میگم از این فاک فاملا دوروبر این همسایه اینا دعوت کنم اینا یه دورو هم با هم باشه. اصلا توجه نمیکنه. وقت مردم هم فکر میکنن که ما بیکسه کاره. نه بابا اختیار داری این چه حرفیه میزنی؟ بعدش هم هر جوری راحته بذاریم به حال خودش باشه. فرشته این آینه رو این وری کن. این عمو جون منم گوشی دستش نیست. ای میگه ای میگه قطعم نمی کنه. اشکال نداره. آقا صمد کجا مونده؟ دامادم اینقدر بی فکر بی مسئولیت. خوبه؟ من الان زنگ میزنم ببینم کجا. شما اینجا رو ولش کن ببریم حاضرت کنم. کجا؟ ببریم کجا؟ ها؟ آماده شو دیگه. چشم چشم بس دامه کنم. سلام بده شما. سلام. این فریگوش پسر آقا صمد رو ندیدید؟ میاد الان. تو خوبی؟ خوب الانم گرنم جون میخواد من آماده بکنه. گرنم جون بریم؟ بله. ببخشید من حاضر بشم. با اجازه. شما دیگه پیاده نشو من خودم جلی میپرم یه دستگل عروس خوب انتخاب میکنم میام. خوبه؟ فقط گرون نخری یا؟ نه واسم هست آقا جون لفتش هم نده جلی اومد. الو کجا این شما؟ نه من دارم گل میگیرم بیام. بلیط هایتون نره ها؟ خب تقسیم کار کنین دیگه همه تون رفتین دنبال یه کار. نه بابا چی میگیم؟ من حواسم هست منتظرم ها یادتون نره گنکاری در نریدیم. خدافظ. سلام. الو الو آقا صمد سلام شما کجایین؟ ما جلوی گل فروشی. چطور مگه؟ ببین یه دسته گل بزرگ خیلی خیلی خوشگل سفارش بده. خب از اون پلاسیده ها نگیری یا حفظ آبرو کن. خب نه بابا خیالت راحت باشه به فریبا سفارش کردم حواسش جمع کنه. شما چیکار میکنی؟ ما هیچی دیگه داریم عروس خانم رو آماده میکنیم. آقا صمد نکنه دیر بیای یا آقادو منتظر نذاری یا به فریبرز بگو بجنبه. خب باشه باشه خداحافظ خداحافظ خداحافظ. گندم جو واقعا که گندمی بر شما برازنده است. خوشه خوشه گندمی ماشالله. ما یه پازن. من اصلا فکر نمیکردم زنی پیدا بشه اینقدر به شوهرش اعتماد داشته باشه. من نمیتونم مثل شما باشم. اصلا نمیتونم چیکار کنم. نمیتونم. مامان سفره تموم شده خیلی خوشگل شد. میای ببینی؟ بی بریم گندم جان. خب قربونش برم میشه. گندمی خودم بی.